یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به بهتر شدن این دنیا کمک کنیم اینه که اول از خودمون شروع کنیم. من میخوام تعصب و تنفر رو که از بچگی تو وجودم کاشته شده از درونم پاک کنم. پس باید روی کاستی های خودم کار کنم و با توجه به آموزه های بهاءالله و پیامبرهای دیگه زندگی کنم. سعدی ملیک هستم. تو شهر کرونا در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنم و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی در یکی از شرکت های بیمه کار میکنم. 9 نوامبر 1976 در شهر لاهور پاکستان به دنیا آمد. تنها بچه هم. وقتی خیلی کوچک بودم، شاید 6-7 ساله، پدرم فوت کرد. هیچ خاطره ای ازش ندارم. مادرم دیگه ازدواج نکرد. تحصیلات بالایی نداشت. متاسفانه تو پاکستان اگه زنی تحصیلات عالی و خانواده نداشته باشه زندگی براش خیلی سخت، علل خصوص که بخواد از یه بچه هم مواظبت کنه. به خاطر همین مادرم خیلی سختی کشید. ما حتی یه سرپناه هم نداشتیم و مادرم مجبور شده بود از دوستاش تقاضای کمک کنه. من از همون بچگی متوجه شده بودم که باید سخت کار کنم و تصمیم گرفتم از کودکانگیم بگذرم و فقط درس بخونم تا بلکه به جایی برسم. ما جایی زندگی میکردیم که برق نداشت. مادرم منو میبرد زیر نور چراغای خیابون تا بتونم درسامو اونجا بخونم. فکر میکنم خانواده تا وقتی منسجم میمونن که پدر و مادرها زنده باشن. منظورم پدر بزرگ، مادر بزرگم. اونا از دنیا رفته بودن و بچه هاشون تو امریکا و انگلیس و کانادا بودن و یه تعداد کمی هم تو پاکستان. ولی هیچ کس به مادرم کمکی نکرد. این سوال همیشه برام مطرح بود که چرا خانوادمون با ما اینطور رفتار میکنه؟ مادرم درگیر خیلی مشکلات بود و خیلی گریه میکرد. یه ترس عجیبی داشت که قرار از دنیا بره و وقتی مرد کی از من مواظبت میکنه؟ میرفت خونه همسایه ها و دوستاش و گریه و زاری میکرد و میگفت به هم قول بدید که وقتی مردم از سعدی نگهدار میکنید. یادمه من دلداریش میدادم و میگفتم نگران نباش، نمیمیری. بعضی وقتا اصلا از تو رخت خوابش در نمیومد. روزها و روزا میخواد. جایی که زندگی میکردیم یه اتاق بود که کامل ساخته نشده بود. آب و برق نداشت. همسایه‌ها برامون یه لوله آب کشیده بودن و به همون یه شاخه برق داده بودن. من بیشتر پیش همسایه‌مون بودم. همونجا به هم یه غذایی میدادن. مادرشون خیلی با محبت بود. به هم غذا میداد که برای مادرم ببرم. خیلی به مسائل روحانی متکی بودم، چون کمک خواستن از خدا تنها راهی بود که بهم آرامش میداد و تو روزهای سخت بهم امیدواری میداد که بتونم ادامه بدم. She
چون مادرم پول سوار شدن به اتوبوس شهری رو نداشت راه میرفت. یه مسیر طولانی رو تو تابستون راه میرفت تا منو از مدرسه برداره. خیلی هوا گرم بود، به خاطر همین یه حوله خیست بر می داشت که رو سر من بزن و هر وقت خسته می شدم بقیده. کارشناسی ارشدم رو اونجا گرفتم، اما موقعیت کاری خوبی نبود. احساس میکردم شغل‌های خوب و قابل قبول به کسایی داده میشه که اصلاً صلاحیتش رو ندارن، اما پارتی داشتن و با وجود تمام سخت‌کوشی و صلاحیتم امکان نداشت اون کار رو به من بدن. میدونستم تو امریکا همه چی عادلانه تره. فکر کردم برای ادامه تحصیل و زندگی بیام اینجا تا بتونم آینده روشن‌تری رو برای خودم و مادرم رقم بزنم. مادرم هم مریض بود و امیدوار بودم تو امریکا بشه امکانات درمانی بهتری رو براش فراهم کنم. با ویزای دانشجویی اومدم اینجا. وقتی رسیدم نه فقط با یه شوک فرهنگی مواجه شدم، بلکه همه چیز خیلی هم گرون بود. به خاطر همین باید سخت‌تر از قبل کار می‌کردم. دو جا کار میکردم و شبها میرفتم سر کلاس. کلاسام 7:30 شب تا 11 بود. بعدم میومدم تکلیفامو انجام میدادم و فردا صبح دوباره میرفتم سر کار. دو سالی با این سختی ها گذشت و وقتی درسم تموم شد کار مناسبی گرفتم. وقتی اومدم اینجا برای مادرم دعوتنامه فرستادم که برای مدت کوتاهی برای دیدنم بیاد. وقتی اینجا بود از دردی توی سینه‌اش شکایت داشت. اینجا بیمه خیلی گرونه و اگه ساکن و شهروند آمریکا نباشی گرونتر هم هست و من نمیتونستم از پس مخارجش بر بیام. مادرم برگشت پاکستان و رفت دکتر و فهمیدیم سرطان سینه درجه 3 داره. خیلی ناراحت بود. اون اونجا تنها بود و من اینجا وسط درسام. خلاصه دوستان خوبی داشت که کمکش کردن تا دوره درمانش تموم بشه و در همون حال منم اینجا وکیل گرفتم تا بتونم بیارمش و خلاصه اومد اینجا و گرین کارتش رو گرفت و مدتی بعد هم سیتیزن شد. تو بچگیم سوالات زیادی داشتم و جوابهایی که میگرفتم هم منو قانع نمیکرد. باور اصلی این بود که فقط افرادی از یه مذهب خاص اسلام به بهشت میرن و بقیه نه. من همیشه این سوال برام مطرح بود که چرا؟ من با آدمهای غیر مسلمان زیادی آشنا بودم که خیلی انسانهای خوبی بودن. چرا اونا قرار نبود به بهشت برن؟ این مسئله که افراد بدون کمک یه مجتهد نمیتونن کتاب قرآن رو بخونن و درک کنن هم برام سوال بود. و اینکه چرا هر پرسشگری نکوهش میشد؟ و اطاعت بیچون رو چرا تشویق میشد؟ اینا سوالای من بود. I believe that
باور داشتم که مذهب یا دینی که از طرف خدا بیاد باید به انسانها کمک کنه تا از مشکلات رها بشن. ولی چرا اینقدر رنج تو دنیا هست؟ چرا اینقدر بی‌عدالتی هست؟ می‌دیدم که مادرم چقدر سخت می‌کشید. چرا باید اونقدر بدبختی می‌کشید؟ چرا تحصیلات درستی نداشت در حالی که برادرش داشتن؟ بنابراین وقتی اومدم اینجا تصمیم گرفتم خودم قرآن رو بخونم. شروع به خوندنش کردم. میخواستم ببینم چطور قرآن به زندگی من مربوطه و چطور تو تجربه های من کمکم میکنه. چطور میتونم آیات قرآن رو درونی کنم و درکشون کنم بدون تأثیر کسی دیگه ای؟ و چطور میتونم کلام خدا رو بفهمم؟ گروهی رو پایه‌گذاری کردم به نام بازتاب قرآن و تصمیم گرفتم افرادی که شبیه من فکر می‌کنن رو دعوت کنم و با هم آیات رو بخونیم و درباره‌شون حرف بزنیم و تبادل نظر کنیم. Now we change the title of this group to Creating a Life. الان اسم گروه رو عوض کردیم به خلق زندگی متعالی. While I was conducting these meetings, دو سال پیش وقتی این برنامه ها رو داشتیم داشتم به اخبار پاکستان گوش می کردم که شنیدم به یه فرد اسماعیلی به خاطر مذهبش شلیک شده. می دونستم اسماعیلی ها کی هستن اما خیلی درباره شون نمی دونستم. رفتم روی اینترنت که درباره اسماعیلی ها و مذاهب مختلف اسلام تحقیق کنم. همینطور که میگشتم اسم بهایی رو دیدم. گفتم بهایی چیه؟ یعنی اگر قبلا اسمش رو هم شنیده بودم هیچ وقت توجه هم رو جلب نکرده بود. به خاطر همین اصلا برام آشنا نبود. تحقیقاتم رو درباره دین بهایی شروع کردم و رسیدم به آموزه های دیانت بهایی که شامل یکی بودن خدا، وحدت نوع انسان، یگانگی اصول ادیان الهی و همینطور تساوی بین حقوق زن و مرد، از بین بردن تعصبات، تعدیل معیشت، تحری حقیقت که این برای من خیلی مهم بود و همینطور هماهنگی علم و دین، تعلیم و تربیت عمومی و استمرار ظهورات الهی که اینم یکی از سوالات من از قدیم بود. یادم رفت بگم که همیشه میپرسیدم که چرا پیام خدا به بنده هاش با اومدن حضرت محمد تموم شد. به نظر من باید ادامه پیدا میکرد. چون آدم ها در حال تکاملن. اجتماع در حال تکامله. حتی طبیعت در حال تغییره. بنابراین ما باید راهنمای جدیدی داشته باشیم. وقتی درباره استمرار ظهور ادیان خوندم خیلی برام جالب بود. انگار همون ارزش‌هایی که من تو وجودم داشتم تو آموزه‌های بهاءالله خلاصه شده بود و همون لحظه باهاش ارتباط برقرار کردم. دلم می‌خواست اطلاعات بیشتری درباره‌اش بگیرم. به خاطر همین با مرکز بهایی تماس گرفتم تا ببینم آیا بهایی دور اطراف من هست. اونا هم منو با بهایی‌های کرونا آشنا کردن. فکر میکردم این همه پیامبر با تعالیم عالی اومدن ولی من باید ببینم آیا پیروانشون دنبال روی پیامشون بودن؟ با جامعه بهایی کرونا آشنا شدم و به برنامه های مختلف رفتم. خیلی برام جالب بود که یه بهایی رو ندیدم که خودش رو یا دیانتش رو برتر از بقیه بدونه. I could not find a single Baha'i who elevated himself or his religion over others. We'll be right back.
The focus was mainly on تمرکزشون روی وحدت بود، نه فقط اتحاد بین اون گروه مذهبی یا یه سیستم خاص، اتحاد کل عالم بشری. خیلی تحت تأثیر این خصوصیتشون قرار گرفتن. تنها بودم و گروه دوستانی رو نداشتم و دنبال یک گروهی بودم که کنارشون احساس راحتی کنم و بتونم همراهشون برنامه‌های مختلفی داشته باشم و اونا ارزش‌های مشترکی رو با من داشته باشن. بنابراین مدتی با جامعه باهائی همراه شدم، شاید حدود یک سال. بعد از مدتی با خودم گفتم اگه من به این آموزه‌ها که بهاءالله اونا رو آورده باور دارم و اگه بهائیان این منطقه رو هم دوست دارم، پس منتظر چی هستم؟ بنابراین بهایی شده، ولی هنوز خیلی باید مطالعه کنم. بهاءالله کتاب‌های زیادی نوشته و من باید خیلی مطالعه کنم. در واقع من هنوز اندر خم یک کوچه‌ام. من به علوم خیلی علاقه دارم، چون علم مطالعه مخلوقات خداست و وقتی با علم آشنا میشی بهتر میتونی با مسائل روحانی ارتباط برقرار کنی. البته این دیدگاه منه. وقتی با این آموزه دیانت بهائی آشنا شدم که علم و دین باید در هماهنگی با هم باشن، با دوست بهائیم آرمان گشتاسپی صحبت میکرد. اون علاقه زیادی به فیزیک کوانتوم داره و با کتابای آسمانی هم به خوبی آشناست. در واقع همه ادیان جهان رو مطالعه کرده و در کنار علاقش به علم، اطلاعاتش در زمینه کتب مقدسه هم خیلی زیاده. بنابراین با هم تصمیم گرفتیم یه برنامه ترتیب بدیم که دیدگاه خودمون رو در مورد هماهنگی علم و دین بر اساس آموزه‌های ادیان الهی با بقیه به اشتراک بذاریم. در آثار بهایی مطالب زیادی درباره هماهنگی علم و دین وجود داره و ما افراد رو به خونمون دعوت کردیم تا در مورد موضوعات مختلف برنامه داشته باشیم، از جمله روش‌های علمی در همتنیدگی کوانتوم، اثر ناظر و مسائل دیگه. خلاصه این برنامه‌ها خیلی پرطرفدار شد. حتی از شهرهای دیگه هم متقاضی بودند که این برنامه‌ها رو اونجا هم اجرا کنیم. مثلا از رانچا کوکامونگای لس آنجلس و حتی یک کلیسای خدا ناباور دعوتمون کرده برای اجرای برنامه. Will I see the roses or will I see the thorns? Will I see the peace or will I see the wars? Will I sin and settle or will I strive for more? Will I see the barriers or only open doors? Oh, it's all I believe. گذشتت مهم نیست، مهم اینه که دنبالش باشی. مثل نسیم خودش می‌وزد.